خط خبرهای افغانستان و جهان. نایب قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان استاد خلیلی این پیروزی را تبریک گفت. رهبر جمعیت اسلامی پاکستان: القاعده دو راه را در پیش دارد، یا به توافق سیاسی تن دهد و یا منطقه را ترک کند. استقبال اسلام آباد از خروج سربازان ناتو از افغانستان: انتقال امنیت همگام با تأمین ثبات ممکن است. و هشدار کوریای شمالی به مانور مشترک نظامی: اوضاع شبه جزیره به پرتگاه جنگ نزدیک می شود. به نام خدا و با سلام و وقتتان بخیر. بینندگان گرانقدر، به خبرهای این ساعت از تلویزیون نگاه خوش آمدید. اما قبل از همه و از دیر نشدن این مجموعه خبری از شما عزیزان معذرت می‌خواهیم. امروز جمعه 5 قفس سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می‌شود با 26 نوامبر سال 2010 میلادی، و در این برنامه خبری من فاطمه احمدی با اتفاق همکارانم جواد سروش و ادریس جویا میزبانتان هستیم. اما بینندگان گرانقدر، قبل از پرداختن بر رویدادهای سیاسی افغانستان و جهان، امشب برخلاف معمول همیشه نوبت را می‌خواهیم به همکارم ادریس جویا بدیم تا ببینیم که از مسابقات کرکت چه خبر. آقای جویا، میشه بگوین که نتایج بازی‌های کرکت امروز با کجا انجامید؟ تشکر از شما. نخست از همه سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی بیننده‌های عزیز، و این خوشخبری را که ملی‌پوشای کشورمان تانستن که مقام نایب قهرمانی کرکت کسب کنن، به تمام ملت افغانستان تبریک میگیم. و به جزئیات این خبر که افغانستان تانست نایب قهرمانی را کسب کنه میپردازیم. افغانستان پس از شکست کشورهای پاکستان و هنگ کنگ تانست خودش را به مسابقه فاینال برسونه که در برابر کشور بنگلادش سفارایی کرد. بعد از تلاش‌های بسیار، افغانستان آغازگر بازی بود که تانست 119 دوشه بر حریفش بنگلادش هدف تعیین کنه، و بازیکنان بنگلادش هم متاسفانه تانستن به این هدف برسن و افغانستان شکست دادن. با این حال، با این شکست هم افغانستان تانست مقام نایب قهرمانی را کسب کنه پس از شکست کشورهای پاکستان، کشورهای قدرتمندی چون پاکستان و هنگ کنگ. و در همین حال استاد خلیلی، استاد محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور نیز به محض شنیدن نایب قهرمانی افغانستان این خوشخبری را تبریک گفت تای تماس تلفنی با ملی پوشای ما که در هنگ کنگ در چین حضور داشتند. این خوشخبری را تبریک گفت و محترمانه به همچنان به کمیته ملی المپیک این خوشخبری را تبریک گفت. و این مثلا میخوایم آقای جویا، شما گفتین کاروان ورزشی افغانستان در این مسابقات شرکت کرده، میشه بگین که این چندمین مدال افغانستان است که بله، پیش از این ملی پوشای کشورمون در رشته‌های تکواندو یک مدال نقره گرفتن و یک مدال برنز، و این مدال سوم افغانستان بود که مدال نقره بودک. بله، میشه بگیم این سومین مدال افغانستان بود که مجموعاً افغانستان تونسته از این مسابقات دو تا نقره بگیره و یک برنز. بله، و متن پیام به این شهر است که متنی که استاد کریم خلیلی تای تماس تلفنی با ورزشکارای ما در چین داشتن. در این تماس تلفنی معاون رئیس جمهور ضمن تمجید از تلاش‌ها و زحمات کاروان ورزشی کشور، مخصوصاً از افتخار آفرینی ورزشکاران تیم‌های تکواندو و کرکت افغانستان در بازی‌های گوانگجو، اظهار سپاسگزاری و قدردانی کرد. معاون رئیس جمهور همچنین در این تماس تلفنی موفقیت و افتخار آفرینی تیم‌های تکواندو و راهیابی تیم ملی کرکت افغانستان به فاینال با تمام ورزشکاران عزیز، اعضای محترم کمیته ملی المپیک و ملت افغانستان تبریک و شادباش گفته و آن را نشان توانمندی بالای میهن و عزم و اراده راسخشان در جهت حرکت به سوی فردای روشن توصیف کرده. بله، تشکر از شما آقای جیا. تشکر از شما. بله بینندگان عزیز، نتایج مسابقات کرکت بود که خوشبختانه افغانستان در این مسابقات نایب قهرمان شده بود. اما میپردازیم به ادامه خبرها.
لوی سارنوالی کشور از احضار چند مقام بلندپایه کمیسیون‌های برگزار کننده انتخابات به هدف آغاز تحقیقات خبر می‌دهد. این اقدام لوی سارنوالی در پی ادعای دست داشتن برخی از مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد دستکاری در نتایج نهایی انتخابات اتخاذ می‌شود. رئیس تحقیق کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، سخنگو و مسئول اداره کامپیوتر کمیسیون مستقل انتخابات از جمله کسانی هستند که از سوی لوی سارنوالی احضار شدند. جزئیات بیشتر از قاسم رحیمی. دو روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، با پایان کار نهادهای برگزار کننده، جریان انتخابات وارد فصل تازه‌ای شده است. لوی سارنوالی تنها نهادی که نتایج نهایی انتخابات را غیر قابل قبول می‌داند. این نهاد مدعی است که موضوع باطل اعلام شدن آرای برخی از نامزدان با بررسی‌های بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل نباید نتایج نهایی به زودی اعلام می‌شد. این تنها بخشی از کار است. لوی سارنوالی پا را از این هم پیشتر گذاشته و برخی از مقام‌های بلندپایه‌ای که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را به دست داشتن در تقلب‌ها متهم کرده است. قرار است روز شنبه 3 کارمند بلندپایه این دو نهاد برای آغاز تحقیقات به لوی سارنوالی احضار شوند. احمد ضیا‌رفعت رئیس تحقیقات و سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، نور محمد نور سخنگوی و شفیق کوهستانی مسئول اداره کامپیوتر کمیسیون مستقل انتخابات از جمله مقام‌هایی هستند که از سوی لوی سارنوالی احضار شدند. یک کارمند دفتر سازمان ملل متحد در کابل نیز شامل افراد است که حکم تحقیق از آن صادر شده، اما تا هنوز این فرد از سوی لوی سارنوالی بازداشت نشده است. این در حال است که برخی از حقوق دانان مداخله لوی سارنوالی در امور انتخابات را غیر مشروع و غیر قانونی می دانند. واکنش انتقاد آمیز لوی سارنوالی نسبت به نتایج نهایی انتخابات در حال صورت می گیرد که ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای تلویحاً از نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه استقبال کرده است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز از جمله نهادهایی هستند که از اعلام نتایج نهایی انتخابات حمایت کردند. اسلام آباد اعلام کرد که از خروج تدریجی نیروهای ناتو از افغانستان استقبال می کند. وزارت خارجه این کشور تأکید دارد که پروسه انتقال امنیت همگام با تأمین ثبات در افغانستان به پیش رود. اخیراً در نشست لیسبون و انتقال مسئولیت‌های امنیتی و خروج سربازان ناتو از افغانستان توافق شد. اسلام آباد هشدار داده در برابر هر عمل که منجر به جنگ داخلی در افغانستان شود، ایستادگی خواهد کرد. کریم سروش با جزئیات بیشتر این خبر. پاکستان از خروج نیروهای ناتو از افغانستان استقبال کرده است. در نشست لیسبون بر انتقال مسئولیت‌های امنیتی به دولت افغانستان توافق شد. قرار است خروج نیروهای ناتو از سال 2011 آغاز شده و تا سال 2014 تکمیل شود. اسلام آباد اعلام کرده است که از برنامه خروج تدریجی نیروهای ناتو از افغانستان استقبال می کند. اما این کشور هشدار داده است با هر عملی که سبب جنگ داخلی در افغانستان شود مقابله می کند. ما نمی خواهیم که بار دیگر افغانستان تنها گذاشته شود. باید پروسه انتقال امنیت موازی با تأمین صلح افغانستان پیش برود. اسلام آباد نمی خواهد که افغانستان بار دیگر به جنگ های داخلی کشانده شود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به آموزش کافی نیروهای افغان خیلی هم باور ندارد، اما بر آن تأکید می کند. ما امیدواریم نیروهای ائتلاف و ناتو بتوانند اردوی افغانستان و سایر نیروهای امنیتی این کشور را انکشاف دهند، تا آنها مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را خود به عهده بگیرند. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا بارها پاکستان را متهم به حمایت از شورشیان مخالف مسلح دولت در خاک افغانستان کرده است. مقام‌های دولت افغانستان نیز مدعی است که پشت جبهه مخالفان مسلح دولت افغانستان در آن سوی سرحدات مرزی پاکستان قرار دارد. اما اسلام آباد بارها اعلام کرده است که افغانستان را در آوردن صلح و ثبات دائمی کمک میکند. این ادعای پاکستانی ها تا کنون نتیجه عملی در پی نداشته است. اخیراً رئیس جمهور کرزی گفته بود که کشورهای همسایه از جمله پاکستان در 9 سال گذشته مداخله شدیدی در امورات داخلی افغانستان داشته است.
سیاستمداران ارشد پاکستانی خواهان تداوم گفتگوها برای ختم جنگ در افغانستان شدند. رهبر جمعیت اسلامی پاکستان تأکید کرده است که شبکه القاعده چاره‌ای جز پیوستن به توافق سیاسی یا ترک منطقه ندارد. گفته می‌شود که گفتگو برای حل مناقشه‌های مرزی میان دو کشور القاعده را به دست کشیدن از جنگ وادار خواهد کرد. باز هم کریم سروش گزارش می‌دهد.